دادستانی بحرین از محاکمه 13 شهروند شیعه این کشور خبر داد. دادستانی بحرین طی بیانیه ای اعلام کرده است که پرونده 13 شهروند این کشور را به اتهام آنچه فعالیت تروریستی خوانده پس از تکمیل به دادگاه فرستاده است. این شهروندان شیعه متهم هستند که در یکی از تشکلهای مردمی این کشور که حکومت بحرین فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده فعالیت داشتند. بر اساس این بیانیه شش نفر از متهمان همکنون در بازداشت به سر میبرند و هفتن دیگر هنوز دستگیر نشدند. دادستانی بحرین در ادامه بیانیه خود مدعی شده که این افراد متهم به تأسیس گروه تروریستی، اقدامات خلاف قانون، کمک مالی به تروریسم و برهم زدن امنیت و نظم عمومی هستند. این بیانیه در حالی صادر می شود که حکومت بحرین اغلب فعالان حقوق بشری این کشور و نیز مخالفان خود را به اتهام واهی فعالیت های تروریستی روانه زندان می کند. به گفته فعالان حقوق بشری دولت بحرین مخالفان خود را که عموما متشکل از شیعیان هستند پس از بازداشت تحت شکنجه های سنگین قرار می دهد و پس از گرفتن اعترافهای های غیر واقعی آنان را روانه دادگاهی فرمایشی و یا دادگاه های نظامی می کند. تاکنون کنون سازمان های حقوق بشری مختلف از جمله شکرائیس وچ اقدامات سرکوب گرایانه حکومت بحرین ضد مردم این کشور خصوصا شیعیان را محکوم کرده و از حاکمان بحرین خواستند برخوردی سلحامیز با مخالفان خود داشته باشند.